نفع دنیل کرو میرسه. دوباره تعادل رو به هم میزنه، یخم رو میخواد بگیره بالا، انکانه بیاره پایین کنه، میره برای که بار اندازش کنه. محکم ببینه برای کلا چه کرد. کشتی علیرضا حیدری در مقابل دنیل کرومیر در المپیک آتن سال 2004 رو سر و گردن هم کار میکنن. در وزن 97 کیلوگرم دو تا از قدرتمندای 97 کیلو برای زیدگیری اقدام میخواد بکنه علیرضا حیدری که موفق نمیشه. باز رو سر و گردن هم دارن کار میکنن. ما از کشتی دنیل کرومیر و علیرضا حیدری براتون باز گذاشتیم. میدونین که دنیل کرومیر هم اکنون قهرمان یو اف سی در وزن خودش و رقیب نداره در کشتیش. ببینید چه میکنه با علیرضا حیدری و علیرضا حیدری چه میکنه با اون. سال 2004 آتن المپیک، بالاترین سطح کشتی در دنیا، رو سر و گردن هم کار میکنن. میدونین که دیگه ته کشتی اینجاست. دستشو گرفته علیرضا حیدری، یه فاصله هم گرفته و در سرشاخ دارن ادامه میدن. رو دست و پنجه هم کار میکنن، رو مچ هم کار میکنن و یک تذکر به علیرضا حیدری برای کمکاری میده و تصمیم میگیره که دنیل کرومیر اونو در خاک بشونه. در خاک، حالا با سوت داور ببینیم میتونه بار انداز بکنه علیرضا حیدری یا نه. علیرضا حیدری چسبیده به زمین، یه فشار میاره، میبینه قرص و محکم تکون نمیخوره. این علیرضا حیدری یه فشار دیگه محکم میاره، باز علیرضا حیدری قرص تکون نمیخوره. بالا میخواد اقدام بکنه، بالاتر از زیر کتف، ببینیم بار اندازو میتونه انجام بده یا نه. هر چی فشار میاره علیرضا حیدری چسبیده به زمین با چسب دوقلو، محکم تکون نخورد. در ایستاده کشتی ادامه پیدا میکنه، رو سر و گردن هم باز دارن کار میکنن. یه ضربه محکم دنیل کرومیر میزنه به سر علیرضا حیدری. اصولا کارش اینه که کرومیر چک میزنه و ضربه محکم زیاد میزنه. حتی در MMA هم میبینیم که بعضی وقتا کارهای خطا زیاد میکنه، انگشت تو چشم میکنه، یه سری از این کارها رو زیاد میکنه که البته جان جونز اون موقع خیلی اذیتش کرد. میره که یه دستو بهش بزنه، کجا رفت دنیل کرومیر؟ داری کلمه علیرضا حیدری و در میانه توشک مبارزه ادامه پیدا میکنه. عجب کشتی داریم میبینیم، بالاترین سطح کشتی، 0-0 تا الان هیچ کدومشون امتیاز نگرفتن، از هم رقیب هم دیگه بودن، رقیبای پرقدرت و هنوز هم با هم در تماس هستن علیرضا حیدری و دنیل کرومیر. بدن قرص و محکم علیرضا حیدری و دنیل کرومیر که منتظر ثانیه هاست. چغره، واقعا چغره. بعد بدن دنیل کرومیر سر گردنشو گرفته، اومد که بره یه دست یه پا رو بهش بزنه که موفق نشد. حالا گردنو در میاره و رو سر و گردن هم باز دوباره کار میکنن. مچ دستم محکم گرفته بود، باز دوباره رو سر گرد، بیشتر رو سرشاخ دارن کار میکنن. هم دیگه نگاه کنید، میره که دستور رو بزنه بره به پشت حریف، موفق نمیشه. حواسشون جمع، طوفانی هم شروع کردن. این طوفانی شروع کردن باعث میشه که نفسا یکم کم بشه. میتابونتش پایین، میره برای اینکه برای زیرگیری اقدام کنه، موفق نمیشه. از اونورم دوباره کرومیر رفت برای اینکه برای زیرگیری اقدام کنه، باز موفق نشد. در سرشاخ مبارزه ادامه پیدا میکنه. میره که یخم بگیره بلند میکنه، حریفو میاره بیرون. دنیل کرومیر یه فنم میخواست خارج از خاک بزنه به علیرضا حیدری که موفق نشد. مبارزه در کلینچ، یه زمانی قانون کلینچ بود، خیلی قانون مسخره بود. بعد دستا رو موقع گرفتن و اینا اصلا پدر همه رو در می آوردن. نگاه کنین موقع گرفتن داور بیچاره میشد تو کلینچ، دست رو بعد بگیرن دیگه میگرفت شروع میشد دیگه. حالا مبارزه در کلینچ ببینیم چیکار میکنن. کشتی در کلینچ باید دستو جفت کنه دیگه، دستو جفت کنه شروع میشه. ببینید منتظری که در موقعیت خوبی جفت و جور کنه. خیلی داستان داشت سر این کلینچ قدیم، الان دیگه این قانون کلینچ هم برداشتن. خب دوباره ببینید چقدر اذیت میکنه این کلینچ. دوباره در کلینچ باید دستو محکم ببنده دیگه. ببینید داور حتی میاد دست علیرضا حیدری رو به زور ببنده. علیرضا حیدری میگه یعنی نمیتونم ببندم، اون داره یه کاری میکنه که من نبندم. دستو که ببنده شروع میشه، حالا شروع میکنه سوت و زهر. دستش قفل شده ولی اونجوری جفت و جور نیست. ببینیم میتونه فنون بالا رو بزنه. روسا تو اینجا خوبه، روسا اینجا میزنن حریفو بلند میکنن، اسلم میکنن، میارن پایین. ولی ما متاسفانه زیرگیرای خوبی هستیم و فنون بالا رو زیاد نمیزنیم. یعنی ترکیب فرنگی کارامون با آزاد کارامون میشن بهترین کشتیگیران، ولی متاسفانه هر کدوم توی صنف خودشون کار میکنن. و اینکه مثلا خب اصولا آزادکار اسمش معلومه، آزادکاره، بعد بتونه بالا رو هم خوب بزنه. روسا این کارو انجام میدن ولی ما بیشتر روی
زیرگیریمون تبحر داریم، نه که فن دیگر اصلا نزنیم، ولی تبحرمون تونه خیلی هم کم میزنیم. ولی واقعیت حالا یه امتیاز به دنیل کرومیر میدن به خاطر که کاری نکرد علی زیدری، و حالا علی زیدری در خاک، در خاک کرومیر ببینیم میتونه بارانداز بکنه علی زیدری یا نه. علی زیدری نشون داده که محکم در خاک میشینه، اینه چسب میره که پرقدرت. ببینیم علی زیدری بلند میتونه بکنه یا نه، فشار زیادی رو میاره برای بارانداز کردنش که موفق نمیشه. باری کلا به علی زیدری چه کت بدن رو ببینید، بدن علی زیدری رو ببینید، قرص و محکم در مقابل دنیل کرومیری که اونم چغر بد بدنه، واقعا چغر بد بدنه. دستو میذاره رو سر، در سرشاخ کشتی داره ادامه پیدا میکنه، مچ حریف رو گرفته، اجازه نمیده که دستشو بذاره رو سر، باز که میخواد دستو بذاره رو سر ضربه میزنه، شاق با ضربه میزنه، میزنه تو سر علی زیدری. الان با همین ضرباش داره ناکاوت میکنه اول در یو اف سی. باز در سرشاخ میره که برای زیرگیری اقدام بکنه، دو تا پاک با خیمه سنگین دنیل کرومیر مواجه میشه. 1-0 به نفع دنیل کرومیر هست در المپیک آتن، کشتی که اون سالا انجام شده و ما داریم دوباره براتون گزارش میکنیم به خاطر درخواستایی که داشتین. خب خیلی ها میگفتن قهرمان یو اف سی که با ما کشتی نگرفته، ببینید کشتی گرفته و چقدر خوب کشتی میگیره علیرضا حیدری باهاش، و یه زمانی هم کلی اسیر میکرد دنیل کرومیر رو با این فنونش و آسی کرده بود اونو. دوباره در سرشاخ کشتی داره ادامه پیدا میکنه، میره که برای زیرگیری اقدام کنه، باز که فقط نشون داد بارم هول کرده این دنیل کرومیر. علیرضا حیدری بعد دیگه به آباتیش بزنه، شروع کنه، بله میره برای اینکه پای مخالف زیرگیری بکنه که موفق نمیشه. دستشو خونده دنیل کرومیر، اینجا میره حریفو بتابونه به بیرون که باز موفق نشد. الان قانون به این صورتی که شما حریفو ببری از خاک بیرون یه امتیاز میگیری، قدیم به این صورت نبود. باز در سرشاخ سر و گردن هم دارن کار میکنن، پنجه هم کار میکنن، سر و گردن هم کار میکنن، گول میزنن، دست رو میزنن سر، پایین رو نشون میدن. کشتی ثانیه است، گول زدنه، همه اینا مهمه توش، و بعد ثانیه ها رو رعایت بتونی بکنی. باز علیرضا حیدری در خاک میخواد بشینه که چون دنیل کرومیر میدونه دو بار اومده تلاش کرده نتونسته اینو بارانداز کنه، میگه من سرپا میخوام ادامه بدم. به نظرم کار باهوشی هم بود، باید در سرپا ادامه میداد. در سرپا کشتی ادامه پیدا میکنه، باز میخواد در زیرگیری اقدام کنه، یه لحظه میتونه پای میره که برای زیرگیری و موفق نمیشه، تعادلش به هم میخوره و بیرون میره. علیرضا حیدری به بیرون میره و کشتی در میانه تشک ادامه پیدا میکنه. یک دست به مچ و پنجه، یک دست به روی سر، و کشتی با یک اخطار این بار دوباره در کلینچ ادامه پیدا میکنه. قوانین قدیم خیلی عجیب غریب بود، این قوانین کلینچ اصلا عجیب بود، همه را اسیر میکرد، نمیدونستی چی میشه، کی گرفت، کی نگرفت، کی سوت میزد، برای همین برش داشتن. حالا دوباره کلینچ نگاه کنید، حالا میگیره دنیل کرومیر، دستش بسته شده، اون یکم باید ببنده، میگیره سوتو میزنه، شروع میشه فشار زیاد، دست سر زیدری ناکنید، اصلا تعادلش درست نیست، اونم به همچین شبیه موتای کلینچ گرفتن، میتابونه، ببینیم اگه میتونست بتابونه که حریفو به پل ببره خوب میشد، میتونست حریفو به پل ببره خوب میشد. دوتا برای دنیل کرومیر در خاک، گرفتتش دنیل کرومیر، محکم علیرضا حیدری رو، ببینیم این بار میتونه باز باراندازش بکنه یا نه. البته قبلا هم نتونسته بود باراندازش بکنه، این بار هم نمیتونه باراندازش بکنه. در ایستاده ادامه پیدا میکنه، سرشاخ، رو سر و گردن هم کار میکنن، رو مچ هم کار میکنن، پنجه هم کار میکنن، و قدرت برای دوباره برای زیرگیری اقدام میکنه. اگه بتونه یه زیر بگیره خاکش کنه، کشتی رو دو بر دو کرده. فعلا 2-0 به نفع دنیل کرومیر است. دوباره تعادل رو به هم میزنه، یه خمو میخواد بگیره بلند کنه بیاره پایین، یک امتیاز مثل اینکه داور داره نشون میده، ببینیم یه امتیاز رو به علیرضا حیدری میدن یا نه. بله یک امتیاز رو میدن به علیرضا حیدری، 2-1. بعد سعی کنه علیرضا حیدری دیگه هر چی داره رو کنه، با آب آتیش بزنه این کشتی رو برنده بشه، کشتی که در سال 2004 در المپیک آتن برگزار شده، کشتی مهمی که
اون زمان شاید کسی فکرشو نمیکرد که یکیشون قهرمان UFC بشه و یکیشون یه دنیای رقابت‌های حرفه‌ای خداحافظی کنه. باز در سرشاخ سر و گردن هم محکم دارن کار میکنن. دوتا دست شهریزاده داری گذاشته رو سر دنیل کرومیر و فشار داره میاره. نفس ها این لحظه مهمه. نفس ها علیزاده داری یک کم احساس میکنم نفسش گرفته تر نسبت به دنیل کرومیری که ورج و ورجه بیشتر داره میکنه. ببین باز ضرباتو میذاره برای زیرگیری اقدام میکنه، بلند میکنه میاره حریفو بیرون. باریکلا به علیزاده داری یه امتیاز دیگه میگیره، دو بر دو میکنه و در خاک این بار دنیل کرومیر در خاک. بعد بشینه ببینیم علیزاده داری چه میکنه. میره برای اینکه براندازش کنه محکم. ببینیم باریکلا چه کرد، یه برانداز محکم و انجام میده، یه دو امتیاز میگیره و برنده میشه در ثانیه های آخر. در ثانیه آخر علیزاده داری چه کرد در المپیک آتن، بالاترین سطح کشتی. دنیل کرومیر که بهترین کشتی رو داره همکنون در UFC، علیزاده داری پیروز میشه و برنده کشتی میشه در ثانیه آخر. کشتی بین علیرضا حیدری و دنیل کرومیر. علیرضا حیدری با دو بنده قرمز در مقابل دنیل کرومیر با دو بنده آبی. میدونی که دنیل کرومیر قهرمان UFC هستش هم اکنون، اما در قدیم کشتی میگیره با علیرضا حیدری. در سرشاخ تو سر گردن هم کار میکنن. در وزن 96 کیلو دارن کشتی میگیرن. برای زیرگیری اقدام میکنه علیرضا حیدری، یه خمو میاره بالا و موفق میشه حریف رو خاک بکنه. چقدر زیبا باریکلا به علیرضا حیدری. یعنی چه کرد با دنیل کرومیری که الان تو UFC کشتیش بی نظیره و حتی شما پلیستیشن هم بازی بکنید زده رسلینگش و بیشترین ستاره رو گذاشته براش. و اما اکنون میبینید که علیرضا حیدری چقدر هم قشنگ داره باش کشتی میگیره. و خیلی هم میگفتن که این دوتا با هم کشتی نگرفتن، در صورتی که داریم میبینیم با هم کشتی گرفتن. و یه بارم از خود علیرضا حیدری پرسیدم که گفت هنوز هم در تماس هستیم با هم. حالا تا قدیم خیلی با هم بد بودن. دوباره برای زیرگیری اقدام میکنه، میارتش بالا میتابونه و دوباره خاک میکنه. به چه زیبایی دنیل کرومیر رو که خودش تو آمریکا هم هیچ رقیبی نداشت توی 96 کیلوگرم، چقدر اسیر فنون علیرضا حیدری شده. علیرضا حیدری دیگه در خاک نتونست براندازش بکنه و کشتی در سرشاخ ادامه پیدا میکنه. علیرضا حیدری دست رو گذاشته روی سر و گردن کرومیر و کرومیر هم دنبال موقعیتیه که بتونه فنون کشتی رو بزنه. چه قدرت بدنی داره علیرضا حیدری. یه دستت به سرش دو دور کرومیر چرخید. سر و گردن هم دارن کار میکنن دنبال موقعیتی که علیرضا حیدری اون زیرگیریای وحشتناکش رو انجام بده. یه چیزی هم باید بدونیم، کشتیگیرای ما خب بهترین زیرگیرای دنیا نه نظر خوب بودنش اینه، نظر بد بودنش هم اینه که فنون دیگر رو زیاد اجرا نمی‌کنه. حالا میخواد کرومیر بر زیرگیری اقدام کنه که دیگه حواسش جمع علیرضا حیدری و پاشو نمیده. باز در سرشاخ، در سرشاخ خیلی نیروی قدرت بدنی مهمه. دوباره بر زیرگیری کرومیر مد اقدام کنه که موفق نشه. دوباره رو سرگردنش کار میکنه، بر زیرگیری از پای عقبش که باز موفق نمیشه. ببینیم تلاش میکنه که علیرضا حیدری رو ببره بیرون یا نه. علیرضا حیدری هم میاد در اواخر دوشک کشتی که تموم میشه. ساعت اول میریم به راند دوم. برای زیرگیری میخواست اقدام بکنه که زیرگیری نکرد و فقط نشون داد. باز در سرشاخ میترسه از علیرضا حیدری که یه وقت زیر بگیره. بر سر گردن رو گرفته، ببینیم میتونه فیتو رو اجرا بکنه یا نه. خیر، پرقدرت داره کشتی میگیره. اون زمان علیرضا حیدری در اوج بود، کرومیر هم در اوج بود. دنیل کرومیر که الان به DC MMA میشناسنش. برای زیرگیری دوباره اومد دو خمشو بگیره که کرومیر اجازه نداد. حریف یه لحظه تابون. توی این کش و قوسا اتفاقات عجیب زیاد میفته. یه میبینید توی کش و قوس تعادل حریف رو به هم میزنه و به راحتی میتونه امتیاز بگیره. باز در سرشاخ رو سر و گردن هم، رو مچ هم، رو پنجه هم کار میکنه. برای زیرگیری دوباره اقدام میکنه پرقدرت که خیمه رو میخواست نگه بداره کرومیر که علیرضا حیدری سری پاشد. باز تعادل کرومیر اومد به هم بزنه بره به پشتش که موفق نشد. کرومیر اسیر قدرت بدنی علیرضا حیدری هم شده. یه بدنی داشت علیرضا حیدری که اون موقع اگر واقعا رنگش میکردن، به قول بدنسازا رنگ میکردن، لختش میکردن، میرفت مقام پرورش اندام هم میآورد. برای زیرگیری دوباره و دیگه فقط داره نشون میده، میدونه برنده است، میخواد کشتی رو اداره بکنه.
در سر شد. دوباره برای زیرگیری اومد اقدام میکنه، حواسش هست کرونیر، یه ضربم زد به سر علیرضا حیدری، معلومه که اصلا هرسی شده. میخواد ببین دوباره زد، دوباره ضربه دیگه میزنه، یه دونه دیگه ضربه میزنه، بعد میخواد برای زیرگیری اقدام کنه که حواسش جمع علیرضا حیدری، دوباره علیرضا حیدری برای زیرگیری و خیمه از کرومیر، کرومیر برای زیرگیری میخواد اقدام کنه که حالا خیمه از علیرضا حیدری، باری کلا برای زیدری ببینید دوباره برای زیرگیری اومد اقدام بکنه، اگه بره به پشت حریف که خاکش کرده کرومیر، ببینیم کار انجام میده، سرگردن رو محکم گرفته، بلند میشه، چقدر زیبا پشتی میگیره علیرضا حیدری، شاید باورتون نشه یکی از بهترین کشتیگیرها الان همکنون در UFC و در تاریخ MMA خود همین کرومیر بوده که چندین بار حتی الکساندر گوستافسن و جان جونز رو بدجور زده زمین، بدجور اسلمای وحشتناکشون کرده. قدیم وقتی که اخطار میگرفتن به این صورت ادامه پیدا میکرد، یه زمانی کلینچ بود، یه زمانی این بود که گردن رو میتونن بگیرن نگه دارن، هر کی زانو رو بگیره بیاره بالا، قوانین مختلف تو کشتی زیاد میذارن که اینا رو عوض میکنن، اصولا وقتی اخطار میگیرن یا مساوی میشدن که هر دفعه انقدر عوض میشه که آدم یادش نمیاد قدیم به چه صورت بوده. یه خمو میگیره ببینیم میتونه درخ کم بکنه، بلندش بکنه یا نه. کرومیر سر و گردن رو گرفته بود اومد که به برات شهر زیدری رو پل که اصلا موفق نشد. ببینیم میتونه کنده رو بکشه، کنده علی زیدری رو میخواد تلاش کنه بکشه، پارو باز کرده اینجا میخواد تلاش کنه بره به پشت علی زیدری، فشار سنگین و بله خاک میکنه علی زیدری، میره به پشت حریف، ما میبینیم وقت دوم به پایان رسید، میریم برای وقت سوم، کشتی ادامه پیدا میکنه، نفس ها دیگه اینجا مهمه، هر کی نفس بیشتری داشته باشه قطعا موفق تره. باز رو سر و گردن هم دارن کار میکنن، قرص و محکم علیرضا حیدری میره که گردن رو بگیره، فنون بالا رو اجرا بکنه که موفق نمیشه. باور کنید وقتی که کشتی میاد توی تایم های بالا، اون نفس، ضربان قلب و فشاری که میاد روی کشتیگیرا خیلی بیشتر مهمه تا اون فنایی که بلدن، چون شما اگه نفست بره دیگه فن نمیتونی بزنی. دانیل کرومیر سرگردن رو گرفته به حالت موتای کلینچ، چون بچه ها اینجا MMA رو دنبال میکنن ما حالت رزمی میگیم، باز اومد یه ضربه زد به علیرضا حیدری، دیدیم یه چک زد و اینجا تذکر بهش میده، اینجا آقای داور تازه تذکر میده، در صورتی که قبلا هم باید میداد، اینجا دیگه قشنگ الان محکم یه چک زد توی صورت علیرضا حیدری و یه دونه تذکر از داور گرفت، سر رو میاره پایین که بره به پشت حریف، باز موفق نمیشه. عرق کردن هم البته کمک میکنه که حریف ریز بخوره، باز برای زیرگیری اومد اقدام کنه، شبیه به یه دست یه پا بود و با خیمه سنگین از دانیل کرومیر میره برای اینکه پای مخالفو بگیره که موفق نمیشه. علیرضا حیدری میره به پشت حریف، اومد که بزنه ضربه رو، اگه بتونه ضربه فنیش کنه به چرخونتش، بخواد برانداز کنه، بتونه دستو بیاره عقب، ضربه فنیش کرده، بتونه بیاره عقب، ضربه فنیش کرده، علیرضا حیدری بیاد، باری کلا باری کلا به پل برد، به پل برد، به پل برد، دوباره هم فکر کنم رو پل برد اگه اشتباه نکنم و پرقدرت کشتی گرفت با دانیل کرومیر و موفق شد پیروز این میدان بشه. چقدر فن زد به دانیل کرومیر، دست میده با دانیل کرومیر و اینجا هم دستش به عنوان پیروز علیرضا حیدری باید بالا بره. علیرضا حیدری ببینید کسی که الان بهترین کشتی گیره MMA هست در UFC بهترینه، خودش هم الان گزارشگر خیلی خوبیه، خوبم گزارش میکنه، چجوری از علیرضا حیدری شکست خورد و باز هم شکست خورده، اون رو در همین کانال براتون گذاشتیم. خیلی ممنون که ما رو دنبال میکنین، اگر از این سبک برنامه هم خوشتون میاد حتما بهمون بگین، اینجا ویدیوهای دیگه هم بهتون پیشنهاد شده، لطفا ما رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. مرسی که ما رو دنبال میکنید.